مخلص همه دوستان عزیز، یه چلو جوجه خوشمزه و لذیذ داریم. اونم چی؟ جوجه از نوع عثمانی. عثمانی که بچنده بگونیم چیه؟ یاران مهربان سلام، چیز خاصی نیست، همون جوجه کباب خودمونه، یه خورده قر و فرش تغییر کرده، اونم توی نوع ترکیب ادویه ها و چاشنیاش. خب غذامون تا سرد نشده بریم یه تستی بگیریم ازش که من حکایت ادویه ها رو بگم. تو از نظر تنوع ادویه هاشون خیلی زیاده. هرچی میخوری شما؟ یک کوچو هرچی رو داشته باش. خب اینم مال من. چقدر قطرش نازکه؟ خرد و خوشمزه. من دارم برای خودم میکشم. هیچ ایرادی ندارم. بازار ادویه هاشونم تو بازار کاپالی چارشی، چارشی مسیره که تمام ادویه هاشون رو از کجا میارن؟ مصر. بهترین ادویه جات. بله، همینجور که دیده باشید قطعا تو کلیپ هاشون، توی کباب هاشون تا دلتون بخواد ادویه های رنگی و خوشتر میزنن. با دست دلبازی ها. ولی به ذائقه ما ها خوش نمیاد، خیلی زیاده. حالا ببینیم تعمش با جوجه کبابای خودمون چه فرقی میکنه. داشته باش طبیعتشو. اصلا جعفری دیس جوجه رو خوشگل میکنه. حالا به خدا. خب من برای شما یه دونه گوجه بذارم. مرسی. این هم از جوجه. یه تستی بگیر ببین چطور شده تعمش. جوجه رو خالی بزنیم بر بدن، ببینیم عطر و طعم این با جوجه های ما چه فرق میکنه. دوستان واقعا جای همگی خالی. بسم الله. خدای عطرش خیلی اصلا یه طعم جدیده. آره ولی خودتون نه. میونه تمام جوجه کبابایی که مرسوم همه زعفرون میزنن، ماست میزنن سریع آماده بشه، خوشبختانه تنوع مرینیت جوجه کباب خیلی زیاد شده. حالا با چاشنی های مختلف، با مزه های مختلف. حالا اینم واقعا بین تمام اونه که ما درست کرده بودیم طعمش فرق میکنه. اولین بارم هست درست کردیم. عالیه. یه لازم از تدیگه ترچین خودمون بخوریم ببینیم چجوریه. عالی. بریم برای ادامه خوردن. دوستان چیکار کنم؟ تشریف ببرن طرز تهیه این جوجه کباب عثمانی بسیار خوشمزه و لذیذ رو ببینن. خدایش واقعا عالی عالی. و جای تک تک دون همین الان سر همین نیست، کنار ما دوتا واقعا خالیه. خالی. برای درست کردن این جوجه کباب عثمانی خوشمزه و خوشاب و رنگمون نیاز به یه مرغ درشت داریم که وزن تقریبی مرغ ما 2.5 کیلوه که پوست روش هم کندیم و قشنگ شستیم. حالا میخوام سینه هاشو بیخس بکنم و بعد خوردش کنم که بره برای مرینیت شدن. خب جا نگاه کنید، اساسی درشته و سینه های مرغ هم گوشتیه. میریم که اینو بیخس کنیم. ساق مرغو میگیرم توی دستم، از کمر بلندش میکنم و با یه کارد تیز و جوندار یه برش میدم. برش میگردونم، یه فشار، اینجوری از کمر جدا میشه و این رون مرغ ما میره کنار. و حالا میریم که بالا کتفش هم جدا کنیم. سربالم که میزنیم. این هم از اینجا. البته من پوست کتف رو کنده بودم. این بالا کتفمون. بالو کتفشو که جدا کردم، روناش الان برام کارایی نداره چون فقط میخوام از سینه مرغم استفاده بکنم. اینم از بسر. نصف میکنم و میذارم کنار که را دستم باز بشه برای بیخس کردن سینه مرغ. این قسمت گردن و قفسه سینش که به کارمون نمیاد،
این میره واسه پیشی های محل. و حالا بریم برای بیخست کردنش. من همیشه سینه مرغ نصف شده رو بیخست کردم، حالا این دفعه اینجوری دست به کار میشم. با یه چاقوی نازکتر قسمت دندش رو جدا میکنم. قسمت استخونش، حالا یه ذره گوشتی هم که بهش چسبیده زیاد حساس نشید. اینم به همراه گردن روزی پیشی هم. این از این، اینم از این طرفش. حالا یه خود روش رو تمیز میکنم تا خورد کنیم. خدایی چقدر وسواس به خرج میدی. همینه که آدم میگن غذای خونگی یه چیز دیگه است. بله، چون خودمون میخواییم بخوریم این فیلهاش. بیرون طرف همینجوری با تمام آشغال و مخلفات سیخ میکنه میده به خورده مردم. این هم از این وسط نصفش کنم. یه دونه سینه، دوتا. این هم از فیله‌هاش. دو تا فیله‌هاش. اینا رو هم می‌ذاریم اینجا. وقت بد نگذره به گربه‌های محلمون. نمی‌دونم توپول شده مشاهده. البته اینا رو می‌پزم و دوستان جمع می‌کنم، می‌پزم. راحت‌تر میتونن بخورن بدون هیچ ادویه‌ای، فقط با آب. توی آبشم مکارانی، گندم، چیزی می‌ریزم که یه خود جوندار باشه و سیر بشن. بریم برای خورد کردنش. برو بریم. اندازش در این حد باشه خوبه، هم قشنگ مزه‌دار میشه، همین که روی سیخ خیلی قشنگ میشینه و راحت‌تر و زودتر هم میپزه. میدونید دیگه بافت سینه مرغ بسیار نرم و لطیفه و موقع کباب شدن خیلی زودتر از رون میپزه. قسمت هم چربی داره، من میذارم چربیشوش بمونه چون حین کباب شدن آب میشه و خوشمزش میکنم. اینم از این. این دوتا سینه خورد شده و بال و کتفاش که میره برای چی؟ مزه دار شدن. پیاز رو خلال خلال میکنم. بهتره که برای جوجه کباب اصلا از پیاز رنده شده استفاده نکنید، چون روی سطح جوجه ها میچسبه و موقع کباب شدن میسوزه. از آب پیازم میتونید استفاده بکنید، منتها من چون میخوام یه سس خوشمزه براش درست کنم ترجیح همینه که از پیاز خلالی استفاده بکنم. هرچی هم خلالاتو نازکتر بهتر. خب این از پیاز خلال شدمون که حین قاطی کردنش با تیکه های مرغ من یه چنگ ریزی بهش میزنم که یا به کوچولو بندازه که اساسی تیکای مرغم رو مزه دار کنه. من اینجا دوتا لیمو ترشم دارم که تا تخته کار و چاقو در دست رسم نصف میکنم که بعد آبش رو بچکنم توی اون سوسی که میخوام درست کنم. بریم واسه سوسش. تمام مخلفاتی که برای این جوجه کباب عثمانی لازم داریم همین هست که میبینید و من دونه دونه به این کاسه اضافه میکنم که حین کار متوجه بشید که جریان از چه قراره. برای شروع ادویه هامو میریزم توی ظرفی که قراره سسمو اون تو آماده بکنم. خیلی نمیخوام ادویه بریزم، تنوع ادویه هام بالاست، فقط در حدی که مزه دار بشه چون نسبت مرغمو در نظر میگیرم. این یه قاشق چایخوری پاپریکاس، یه قاشق چایخوری ادویه گوجه تنوری،
نصف قاشق چای خوری آبیشن، نصف قاشق چای خوری پودر تخم گیشنیز، نصف قاشق چای خوری پودر زیره سبز، فلفل سیاه، نمک صورتی. یه مقدار نمک رو بیشتر میریزم برای اینکه همش به خورد جوجه هام نمیره. این پیاز داره، آب لیمو ترش داره و باقی مسائل، یه مقدار نمک جذب اونا میشه. در نهایت یه مقدار خیلی کم ارگانو که فقط یه عطری به این جوجمون بده، اینم با دستم پودر میکنم و میریزم داخلش. عطریه هامو با هم دیگه تا خشکی همین میزنم که کاملا یک دست بشه. دو قاشق غذاخوری ماست چکیده خوشمزه به تناسب همونم، دو قاشق سس خردل، دو قاشقم سس کچاب تند. این از این قاشقمون هم با یه قاشق چه قشنگ تمیز کنیم. من فکر میکنم برای این مقدار آب یه لیمو ترش کافی باشه، چون لیمو ترش هم درشته. هم آب بگیرم میریزم داخلش، چقدرم که آب داره. به به، چقدر این لیمو خوش عطره. دو سه حبم سیر تازه، اگر دوست نداشی سیر تازه بریزید میتونید همراه با ادویه ها از پودر سیر استفاده کنید، هیچ فرقی نمی کنه. اینم از این. از اونجایی که بافت سینه مرغ خشکه و حین کباب کردن ممکنه خشکتر هم بشه چون اصلا چربی نداره، ترجیحاً ما بهش روغن اضافه میکنیم به این سسمون. من از روغن زیتون بدون بو استفاده میکنم. اگر نداشتید میتونید از روغن مایع مخصوص پخت و پز هم استفاده کنید، ولی پیشنهادم اینه که تحت هیچ شرایط از روغن زیتون بودار برای جوجه کبابتون استفاده نکنید، طعم خوبی به جوجه نمیندازه. حدود دو قاشق هم از این روغن زیتون میریزم، کافیه. و اما اصل این جوجه عثمانی ابدا زعفرون نداره، منتها از اونجایی که طبع ما با زعفرون سازگاره و دوست داریم که یه رنگ و لابه خوش رنگتر از جوجمون بگیریم، من زعفرون دم کرده غلیظم به این سسم اضافه میکنم. شایان به ذکره که این زعفرون شامل ریشه زعفرون و سرگل ساییده شده است که هم عطر بهتری داره هم رنگ دلپذیرتری. حالا کل این سس رو میخوام با یه سورپرایز خوشگل چیکار کنم؟ جذاب ترش کنم. اگه گفتی چیه؟ نمیدونم. یه کوچولوی خیلی کم سس باربیکیو بهش اضافه میکنم. اونم برای چی؟ به خاطر اینکه منقل ما زغالی نیست، منقل ما گازی ایستاده آپارتمانیه و نمیتونیم اون طعم زغال رو، یعنی طعم دودو داشته باشه رو کبابمون، اینو میزنیم که اون طعم دودی رو به خودش بگیره. بله، فوق العاده ام عطرش عالی. اگر نداشتید این سس باربیکیو رو میتونید از ادویه دود یا اسانس دود استفاده کنید. کل این سس رو به همراه ادویه ها قاطی کردم و ببینید که چه رنگ قشنگی پیدا کرد. چه رنگ و روخی پیدا کرد این سس؟ دقیقاً عطرشو بگو. عالیه. این تیکه های سینه مرغ رو به همراه بال و کتف به این سس خوشمزمون اضافه میکنیم و همه جاشو با این سس قشنگ ماساژ میدیم که طعما به خوردش بره. ولی خدای چه شود این جوجه کباب. این جوجه ها توی این سس فرصت اینو پیدا میکنن که مثل یه اسفنج طعم و مزه رو بکشن به خودش، چون سسمون یه حالت رقیق داره.
و بافتشون هم لطیف‌تر میشن. صد درصد. منوط بر این که یه چند ساعتی صبوری بکنیم و بهش استراحت بدیم که قشنگ و اساسی چی؟ سس به خوردش بده. بله، مزه دار بشه. خب این از جوجه های سس مال شده و حالا نوبت اضافه کردن پیازای خلال کردم. چنگی میزنم که این نرم بشه، آب میان بافتی پیازم در بیاد که اساسی جوجه‌مو خوشمزه بکنه. به به، چه ترکیبی شد. پیازا قشنگ طعم‌دار شد دیگه، با پیازاش یه غذا درست کنید. نه دیگه، این پیازا قابل استفاده نیست. و نگاه کنید ببینید اثری از ساسمون باقی نمون، چون بخشیش به جوجه ها گرفته شد و بخشیش هم به پیاز. خب محتویات کاسه رو خالی میکنم توی ظرفی که بتونم درش رو ببندم و بذارمش توی یخچال. این ساسش هم حیفه، میریزم روش. یه 5-6 ساعتی توی یخچال استراحت کنه تا اساسی مزه ها و طعم ها به خورد جوجمون بره. آقا یه سوال. بله. جوجه مرغ میشه یا مرغ جوجه میشه؟ والا توی ایران مرغ همه جوجه میشه، نمیدونم چجوری، ولی خب تو کشورهای دیگه جوجه میریزن، جوجه های یه روز است که مرغ بشه، ولی ما اینجا میریم مرغ میگیریم بعد میریم جوجهش میکنیم. خیلی واقعا عجبا، مگه نه؟ شعبده بازیم دیگه، از عجایب. آره. ایرانی ها همینه، میگیم بریم مرغ بگیریم جوجهش کنیم، مرغ و جوجه میکنن. آره. برو بریم. برو. خدا بخواد دیگه مشغول شدی یا؟ بله، دارم چشم گوجه ها رو در میارم. خیلی هم عالی. برای اینکه بعد کباب شدن به راحتی بتونیم پوست گوجه رو از روش بکنیم، بهتره که این قسمت گوجه که ما اصطلاحا خودمون بهش میگیم چشم گوجه درش بیاریم و بعدن سیخش بزنیم. اینجا رو نگاه کن. مرغمون داخل این سس خوشمزه و پیاز اساسی مرینیت و مزه دار شده و آماده است که بره رو سیخ. بره رو سیخ و من تا دستم تمیزه اول گوجه رو سیخ میزنم از این برکی. این از این. عالی. برو ادامه داستان. دقت داشته باشید حتما این پیازهای خلال شده رو از سطح مرغ پاک کنید که روی منقلتون نسوزن. به به، چه عطری داره. یعنی این جوجه به آتیش نرسیده میپزه. همین الان که من دارم دونه دونه به سیخ میکشمش اینقدر نرمه که نگو. این هم از سیخ جوجمون و به حال فرصت بریم بقیهش رو آماده کنیم. خیلی عالی. برو بریم. من اینا رو از لابلای پیازا سوا کردم. خوب کاری کردی. آره. یعنی چه دیسی خوشمزه. آبر رو منقل چه شود. به به، با چلو زعفرونی. دوستانم جاشونو خالی کنی. و اینم
آخرین سیخ. سیخ یعنی دو تا دونه سینه مرغ، چهار تا دونه بالکت، شد این مجموعه. عالی، بریم سر منقل. برو بریم. جوجه هامون هم قشنگ داره روی این منقل ایستاده رنگ میگیره و چی؟ کباب میشه. محبه. از اونجایی که دیگه اکثر زندگی ها شده آپارتمانی، توی آپارتمان که نمیشه دود و دم را انداخت، این منقل ایستاده خیلی خوبه. البته اینو ما 4-5 سال پیش گرفتیم، بیشتر آره؟ بیشتره، 6 سال پیش کشه. گرفتیم از خیابون ری گرفتیم. بله. بعد آرزم خدمتتون، حالا دوستانی هم که مثل ما توی آپارتمان زندگی میکنن و دلشون میخواد کباب درست کنن، میتونن از این منقل ایستاده ها استفاده بکنن و این که دودم اصلا نداره. اینم تبلیغ نیست، یه پیشنهاد خیلی عالیه برای کباب بازا. گوشت سینه ما خیلی زود میپزه و کباب میشه و گوجه هامون هم این بالا ببینید چقدر قشنگ با حرارت منقلمون اساسی مغز پخت شده. به به، جای همگیتون خالی. می توان هر روز و هر شب روی لب لبخند داشت، می توان با کهکشان این جهان پیوند داشت، با امید و عشق دنیا جای خوبی می شود، می توان هر لحظه رویاهای بی‌مانند